سلام، من علی حسین پور هستم، شاعر و ترانه‌سرا. طبق معمول همیشه به موزیکلند خوش اومدید. توی این قسمت تصمیم گرفتیم جواب یک سری سوالات رو که توی شروع کارمون کلی جنجال به پا کرده بدیم. یه سری واسه این که از توضیح دادن خودشون رو تبرئه کنن پشت شعار مهران مدیری قایم میشن که توضیح دادن نشونه ضعفه. برعکس ما سعی میکنیم که تا حد امکان جواب همه کامنت ها رو هم بدیم. خیلی ها میگن واسه یه معروفیت دارید تلاش میکنید. باید بگم که کاملا در اشتباه نیستید. ما داریم برای معروفیت این کار رو میکنیم که در آینده رسانه‌ای باشیم برای افرادی که استعداد دارن اما پول ندارن که جیب مافیای موسیقی رو پر بکنن. تازه این روزا معروفیت خیلی آسان‌تر شده. ما هم میتونستیم با یه دختر بدون پوشش مناسب و کلی کارهای عجیب غریب و حرفای رکیک زدن خودمون رو زودتر برسونیم به اون حد از دیده شدن و بعد هر خزعبلاتی رو به خورد ملت بدیم. ببینید، ما یکی از اهدافمون آگاه سازی درباره تولید موسیقی درست بدون رانت و لابیه. موسیقی این روزا زیر سلطه یه سری گروه‌های مافیایی خاصه. خیلی وقت خواننده خوب به بازار معرفی نشده. با این فرمونی که داریم جلو میریم 40 سال دیگه یکی بپرسه کی از همه بهتر میخونه همه جواب میدن محلقا خانوم. اول از آقای ابی شروع میکنیم که بابت کنسرت عربستانشون ازشون انتقاد کردیم. خیلی ها گفتن چرا شما قضاوت میکنید، عربستان فستیوال بوده، چرا شهاب حسینی رو نمیگید که رفت فرانسه و از این حرفا. اولا که هدف ما نقد مسائل موسیقی و در حیطه سینما وارد نمیشیم. دوما که ما هم مثل شما طرفدار صدای آقای ابی هستیم و گفتیم نباید به عنوان خواننده برجسته ایرانی برای صندلی‌های خالی اجرا میکرد. ببین، حرف خیلی از طرفدارای ابی هم بود. توی برنامه حق مؤلف که ما صحبت کردیم راجع به قانون کپی رایت، مسعود امامی عزیز تماس گرفتن و گلگی کردن از ما که تا حدودی هم حق داشتن. ایشون نظرشون این بود که ما طوری توی اون برنامه صحبت کردیم انگار مسعود امامی بدون اجازه کاری یه مدت میخوام رو اجرا کرد. از اینکه ما قصدمون این بود که کاملا دارن اشتباه میکنن، ولی از این منظر که به قانونی اجرا کردن کاری یه مدت میخوام اشاره نکردیم حق با ایشونه. مسعود امامی عزیز هم از عرفان سلیمی و هم از امین قباد مجوز اجرا داشتن. دسته کار غیرقانونی صورت نگرفته. ما توی اون برنامه تنها راجع به قانون حق مؤلف صحبت کردیم. به این علت که این روزا خیلی میبینیم کسایی هستن که بدون اجازه از اثر یه مؤلف دیگه تقلید میکنن و کاملا هم خودشون رو محق میدونن. نمونهش مشکل زانیار خسروی با رضا بهرام که گویا با حرفایی که ما زده بودیم به سبک موزیکلند زانیار خسروی با رضا بهرام صحبت کرده بود و قانون کپی رایت رو بهش توضیح داده. پر کردم گل باغ غرورم را اولا که ملودی هم مثل شعر، مثل فیلمنامه یا هر اثر هنری دیگه یک صاحب اثر داره. تو ایران هم تا جایی که میدونم فکر کنم 30 سال بعد از مرگ صاحب اثر شما میتونید از اون اثر استفاده کنید، تا قبلش نمیشه. همین زانیار خسروی کسی بود که موزیک بغض رو بعد از رضا اردشیری منتشر کرد، البته با ملودی خودش. یا مثلا کاری که چند روز پیش امید حاجیلی به اسم دخت شیرازی منتشر کرد. جدای از ممیزی های شعرش که شخصا خوشحالم اعمال نشده، گفتن کپی شده از موزیک دخت ایرانی از امیرحسین افتخاری بود، در صورتی که این کار امید حاجیلی اسنادش رو نشون داد که تقریبا 2 سال پیش مجوز اجراشو گرفته، ولی امیرحسین افتخاری بدون اینکه بدون یه کار دیگه داره خریداری میکنه یه کار کپی رو گرفته. البته باز حرف من رو اشتباه برداشت نکنید، ما نمیگیم که امیرحسین جان افتخاری دزدی کرد، بلکه سرش کلا رفته و تمام تلاش ما هم روشن شدن این مسائل در زمینه قانون کپی رایت هستش که متاسفانه رعایت نمیشه. دوست شیرازی نازتن نازی چاقد گلگلی تو چی میشه ننداز های دخت ایرانی، دخت ایرانی خفته در چشمان تا تا. در رابطه با اینکه خیلی ها میگن از امین فردین تقلید میکنید، باید بگم که بنده امین فردین رو به عنوان یک خبرنگار رسانه‌ای میشناسمشون و سعی کردم از نوع اجراشون یاد بگیرم.
ولی در واقع بخوام هم نمیتونم تقلید بکنم. اولا اینکه ایشون به تمامی مسائل مربوط به افراد سرشناس ورود میکنن، حالا چه سیاسی، چه رسانه‌ای، چه دنیای مجازی، چه عالم سینما و موسیقی. اما رسانه موزیکن تنها در زمینه موسیقی فعالیت میکنه. دوم اینکه ایشون با زندگی خصوصی و اسرار پنهان سلبریتی ها هم کار دارن، اما ما معتقدیم که زندگی شخصی هر کس به خودش مربوطه. با اینکه خب خیلی ها توی این مدت برای ما اسنادی رو ارائه دادن از زندگی خصوصی خواننده‌های داخلی و خارج از ایران، اما ما هنوز ورود نکردیم. از خود من انتقاد شده بود که توی اجرا ضعیف هستم. این نقد کاملا وارده. دو تا مسئله عمده هم داره. اول اینکه من نه مجریم و نه تا حالا کار اجرا داشتم، که خیلی مهمه، اما بهتون قول میدم به زودی با یه مجری تمام و کمال روبرو بشید. دوم اینکه به علت شرایط موجود در روزگار کرونا، تمام این محصولی که به دست شما میرسه با کلی محدودیت داره تولید میشه، که امیدوارم به زودی این فصل از زندگیم پشت سر بذاریم و برسیم به روزای خوب. در رابطه با برنامه که راجب آقای محسن رجب‌پور بود، چه دل پری دارم. خیلی از طرفدارانشون با کلی توهین و بلاک کردن ها و این مسائل به ما حمله کردن، که باید عرض کنم ما به کارمون کاملا واقفیم و اگر چیزی هم میگیم بدون تعصب کورکورانه است. دوما که به تعداد 400-500 نفری پیج ما نگاه نکنید، تولیدات ما با این حجم پایین از مخاطب حداقل 10-12 برابر بیشتر پخش میشه و این راهی برای ساکت کردن رسانه موزیکلند نیست. ما فعالیت اصلیمون روی یوتیوب هستش که قوانین اونجا رو با بلاک و ریپورت نمیشه دور زد، چون که یوتیوب دادگاه مجزا داره. پس زحمت اذیت کردن خودتون رو نکشید. طرف فن پیج حامد همایونه، هر آن چی که بی احترامی بود به ما کرد و خواست که ما رو بلاک بکنن. کامنت هم گذاشت شما چیزی حالیت نیست و خلاصه از این صحبت ها دیگه. رفتم توی فن پیجش، دیدم که سوال پرسیده به نظر تو من چند سالم. گزینه صحیح 16 بود. بعد به نظر شما چه جوابی میشه به یک ادمین 16 ساله داد؟ کسی که مطمئنن عاشق چش و ابروی حامد همایونه و چیزی از حرفای ما هم متوجه نشده بود. یکی دیگرشون خیلی جالب بود، اسم آیدیش فرید بود، یوزرنیمش فریبا. بعد کامنتاش هست اطلاعاتی از شرکت ترانه شرقی داشت که خود محسن رجب‌پور فقط میتونه داشته باشه. برید کامنتاشو بخونید متوجه میشید. خلاصه اینا بود. اینجور وقتا باید بذاریم زمان همه حرفای ما رو بهشون ثابت بکنه دیگه. خیلی هم میگن که شما در حدی نیستید که از فلانی مثلا انتقاد بکنید. اولا این متر و معیار توانایی در نقد رو کسایی مشخص میکنن که اصلا موزیسین نیستن. دوباره که برنامه های انتقادی رو تیم موزیکلند مینویسه که همه موزیسین هم، وگرنه به نقد شخصی من باشه که خیلی با شدت بیشتری نقد میکنم. به طور مثال توی برنامه که راجع به امیر تتلو بود، ما کلی تعریف کردیم از تتلو و کارهاش، اما نتیجه چی شد؟ یه عده بدون این که بفهم اصلا ما چی گفتیم شروع کردن به فحاشی کردن. بعد جالبه همون فحاشی کردن نشون داد حرف ما درست بوده. چرا؟ چون که ما گفتیم امیر تتلو این فرهنگ سازی که کرد واسه هواداراش، این همه فرهنگ سازی کرد، کاش فوش ندادن و فرهنگ سازی میکرد. بعد همونا میان میگن فلان فلان شده، شما جهان سومی. خب اگر این ادبیات جهان اولیاست که واقعا من به جهان سومی بودن خودم افتخار میکنم. اینا از اون دسته از آدمایی هستند که مثل مسعود فراستی از روی کاور کار آدم رو نقد میکنن. او کیه که رو تیتراژ فیلم من نقد میکنه او میکوبه؟ من آقا بابا فراستی میگه. دوستان هر گونه اسناد و اطلاعاتی که در رابطه با دنیای موسیقی دارید برای ما بفرستید. کانال یوتیوب رسانه موزیکلند رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا به آرشیو همه ویدیوهای ما دسترسی داشته باشید. تا یه قسمت دیگه از موزیکلند، خدا نگهدار.